با توجه به پیشینه تحصیلات کارگردان آیا می‌خواستید فیلم فلسفی بسازید؟ تمام تلاشامو کردم که درام بسازم، قصه بگم و در این حال در میان اونها حتما سوالها و پرسشهایی که برای خودم ایجاد میشه رو با شما در اشتراک بذارم و تلاشم نکردم برای این پرسشها جوابی بدم. سعی میکنم که چون به رسیدن به پرسش مثل اون حقیقتهایی میمونه که شما تو فیلم میبینید، حقایق متکثری وجود داره که هر کسی از ذهن خودش فکر میکنه جواب اون حقیقت رو داره. من هم به این جواب خاصی نرسیدم، تلاشی هم نکردم فیلم روانشناسی یا فلسفی بسازم. خانم کورابدینی، حس جدایی و تصمیم گرفتن برای گذاشتن فرزندتان در بیمارستان را تا چه حد واقعا درک کردید؟ خیلی سخت بود، در این حد که حتی الان وقتی بهش فکر میکنم سعی میکنم که جلو بغضم رو بگیرم، چون با این حال که مادر نشدم ولی حداقل اینو میدونم، بهش ایمان دارم که تمام ما زنان روح مادرانه درمون دمیده شده و ناخودآگاه میتونیم اون رو حسش کنیم. خیلی سخت بود برای من و اصلا نمیدونم چجوری باید توصیفش کنم. حتی موقع که داشتیم اون سکانس رو میگرفتیم آقای فاطمی یک لالایی گذاشتن که من اصلا با اون گریه کردم و به طرز عجیبی هنوز هم درگیر اون حس هستم. آقای جمشیدی، کت و شلوار ویژه سیمرغ گرفتن در اختتامیه را دوخته اید؟ شما هم بگید بله یا نه. خیر، اصلا خیلی زوده بهش فکر کنیم و خواهش میکنم که میدونم همه به من لطف دارن، نقدای زیادی هم خوندم، ته دل خوشحالم میکنه ولی یکم هم نگرانم میکنه به خاطر اینکه اون بازی همه رو ببینیم و سر کنفرانس الاقصا هم عرض کردم. مهم اینه که جشنواره به خوبی و خوشی با سلامتی همه اعضا به پایان برسه و سینمای ما پرقدرت جلو بره. هر کدوم از بچه‌ها سیمرغ بگیرن من قسم میکنم که خوشحال میشم، هیچ فرقی نمیکنه.